به یاد او که آرزوهای بزرگی داشت. شهید قیام، سپهر شریفی ترقبه. سپهر جوانی 22 ساله بود و دیپلم داشت. 16 مهر 1401 باید به دانشگاه می رفت. اما شبی که باید فردایش به دانشگاه می رفت، با تیر شقاوت مزدوران خامنه‌ای به خون نشست و به کلاس دانشگاه نرسید. سپهر اصالتاً از اهالی ترقبه مشهد، اما با خانوادهش در شهرک دانشگاه تهران زندگی می کردن. او جوانی با استعداد و دستیار فیلم بردار و صدا بردار. در فاصله‌ای که دیپلمش را گرفته بود تا روزی که قرار بود به دانشگاه برود کار می کرد. سپهر جوانی بود که غرور، منطق و مهربانی را در وجودش در هم آمیخته بود. او به مادرش علاقه زیادی داشت و به طرز عجیبی به مادرش وابسته بود. سپه تک فرزند خانواده بود و با خانواده کوچک و سه نفرش زندگیشان می‌گذشت. اما 15 مهر 1401 نیمه شب که بعد از مراسم جشن تولدش از خانه دختر خاله‌اش تا خانه پیاده می‌رفت، مورد هجوم وحشیانه بسیجی‌های مسلح قرار گرفت. مزدوران با بیرحمی 28 گلوله بر پیکر جوان سپهر شلیک کردند و او در اولین ساعات 22 ساله شدنش برای همیشه پدر و مادرش را تنها گذاشت و پرکشید. و این گونه بود که این پسر هنرمند و بازوق نیمه شب با گلوله آدمکشان خامنه ای به کاروان بلند شهیدان قیام سراسری پیوست. رژیم خانواده سپهر را زیر فشار گذاشت تا مرگ جوانشان را سیاسی نکنند. اما پدرش افشاگری کرد و پرسید که به کدام گناه 28 گلوله به پسرش شلیک کردند. اما سرکوبگران این پدر داغ دیده را به جرم همین افشاگری ها دستگیر کردند و او در شب 40 فرزندش در زندان بود. یکی از کاربران توییتر نوشت: یه مرد میون سال در بند ما بود که فرزند جوانش سپهر شریفی در اعتراضات کشته شده بود و خودش هم به دلیل خونخواهی فرزندش بازداشت شده بود. یکی از شبها که شب 40 فرزند شهید ایشون بود، بچه های بند براش مراسم گرفته بودن. آخر مراسم هم تک تک بچه ها پدر شهید رو بغل کردن و بوسیدن. بله، درست است که سپهر برای تغییر در سپهر سیاسی وطن جانش رو فدا کرد. اما بی تردید به زودی با شعله ور شدن دوباره آتش قیام این تغییر محقق خواهد شد. تو که با عاشقم درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیبا ازن شل پور صبح روشنایی.